من انتظارش هم داشتم که در واقع یک دربی ببینم با این همه جمعیت که واقعا تشکر میکنم از این جمعیت عظیم در اروپا ما با همین دربی ها مورو ببینیم با این حرارت و شور و شوق تشویق میکنن تیماشونو و این طبیعی هم هست تیمای بزرگ بخصوص استقلال و پرسپولیس تیمای سطح آسیایی هستن و با وجود این همه جمعیت هیچ وقت این دو تیم نبایستید نگران کار خودشون باشن و آخرین سوالم راجع به ادامه فعالیت ایشون در باشگاه پرسپولیس با توجه به اتفاقاتی که هفته گذشته افتاد و حالا ایشون یه مدت از تمرینات تیم قهر کردن و نبودند فکر میکنید که الان وضعیت چگونه است آیا آرامش برقرار شده یا خیر Pa mislim da su rezultati dobri, sigurno očekivanja su bila velika. Ja opet ponavljam, ne znam po koji puta, da nama treba vremena jer imamo puno novih igrača da se normalno uklope u sistem rada, u sistem igre. I za sada ja nosim zadovoljstvo sa time. To što možda određeni drugi ljudi se s time ne slažu, to oni imaju na to pravo. No međutim, ja sad gledajući sa jedne stručne strane, sa aspekta da smo svi zajedno kasno počeli, mislim da je Perespolis postigao dobar rezultat. Možda da smo imali malo sreće, mogli smo biti za koji bod bolji, ali prvenstvo je dugačko. Ja opet kažem da šanse Perespolisa uvijek za sam vrh još uvijek su tu i prisutne i mislim pogotovo danas u derbiju smo pokazali da se radi o jednoj vrlo kvalitetnoj našoj ekipi. Moje da razkonam ke mo rohe tulani dar pišteri. Man mofak in harf nisam ke با چند تا بازی بشه مثلا سرمربی رو عوض کرد با توجه به این که من روز اولم عرض کردم تا بخوام ترکیب اصلی رو بشناسیم و به قول معروف به کار اصلی خودمون برسیم زمان میبره با توجه به اینکه دیرم ما به پرسپولیس ملحق شدیم و اینه که به قول معروف انتظار داریم که این روند ادامه پیدا کنه و پرسپولیس الان موقعیت خیلی خوبی داشت میتونست حتی پیروز از زمین بیرون بیاد همینجوری که در بازی قبل ما با این سری بد شانسی مواجه شدیم وگرنه ما الان موقعیتمون تو جدول خیلی بهتر از اینا بود لذا من موافق این حرف نیستم که با یه تساوی یا یه خدایی کرده باخت سرمایه باید عوض بشه و آخرین سوال ها ایشون بپرسید که چه مقامی رو برای پرسپولیس پیش بینی می‌کنید در پایان این فصل باش اوچکی بانی نا کوی نیو چمو بیتی تابلو زنچی پرسپولیس او پرو پولو برمینا زنچی سزون Pa ja sam normalno da kroz kvalitetu koju posjedujemo, tradiciju koju imamo, veliki broj navijača diljem Azije, to sigurno nama je obaveza se umiješati u sam gornji dio, znači među prve tri ekipe i mislim da smo na dobrom putu. Mislim da ovoga će i raspored nam je takav da možemo poboljšati situaciju na tablici. Ja ne vidim da samo s jednim porazom u biti stvara se jedna nezdrava atmosfera. من همونجوری که عرض کردم با یه شکست یا یه تساوی پرسپولیس به قول معروف نباید نگران باشن مردم و هواداران پیش بینی من اینه که با روندی که من دارم این تیمو هدایت میکنم جز سه تیم اول خواهیم بود در پایین نیم فصل و از این جهت جای نگرانی هم وجود نداره اینا بله بسیار متشکرم از شما شما روز موفقیت میکنیم وقتتون دیگه نمیگیریم اما جناب آقای سعد مرفاوی هم خدمتتون آقای سعد مرفاوی هم تشریف آوردن در خدمتشون هستیم آقای مرفاوی شما صحبت بفرمایید در تو بازی حساس استقلال پرسپولیس و بازم نتیجه مساوی دست اومد بسم الله الرحمن الرحیم خب همونطور که شما میگید باز بازی مساوی شد خب بازی های قبل هم همینجور من فکر میکنم یه مقداری استرس و فشاری که روی هر دوتا تیم هستش از طرف خب رسانه ها و هوادارا و شرایطی که توی جامعه هستش برای این بازی یه مقدار تأثیر گذاره توی روند بازی و بازیکنان نمیتونن خیلی راحت و با حوصله و با آرامش فوتبالشون رو بازی کنن شما دیدید که این بازی که انجام شد نیمه اول من تیم خودم رو میگم تیمم اونجوری که من میخواستم نبود این به خاطر یه مقدار فشاری بود که شده بود که حتما استقلال باید ببره چون پرسپولیس بازی گذشتش باخته بود و ما 5 تا زدیم حتما باید این مقدار فشار روی بچه‌ها بود که این تاثیرگذار بود توی بازی بچه‌های ما و این یک مشکلیه که بالاخره من فکر می‌کنم ما داشتیم راجع به گلی که خوردین صحبت می‌کنید اشتباه خط دفاعی که حالا بعید بود از مدافع استقلال همچین اشتباهی بکنه بله همینه میگم دیگه اعتماد به نفس زیاد و خیلی چی میگم اعتماد به نفس که نه میخوام بگم یه مقدار غرور کاذب بعضی موقع کار دست آدم میده من فکر نمیکردم اونجا چنین مسئله پیش بیاد توی خط دفاعی و خط دفاعیمون اینجوری بشه
ولی خب متاسفانه شد. امروز روی نیمکت برخلاف بازی گذشته آنچنان بازیکن صاحب نامی نبود، شما اینجور راحت‌تر بودین؟ نه من راحت نبودم، اتفاقا من دوست داشتم که همه بازیکنام روی نیمکت باشن. من توی بازی برای 18 نفرم 2 ساعت جلسه میذاشتم که چه کسایی باید توی 18 نفر باشن و حتی اون 11 نفری که انتخاب میکردیم و اون نفراتی که باید جزء بچه نیمکت نشین باشن رو ما 2 ساعت جلسه میذاشتیم تا انتخاب کنیم این بازی. ولی این سری ما اصلا دستمون خالی بود، تقریبا توی این بازی واقعا دستمون خالی بود. البته نه اینکه بگم بازیکنایی که جایگزین شدن کیفیت خوبی نداشتن، نه کیفیت خیلی خوبی داشتن و از نظر فنی از اون بچهای دیگه هم دستی کم ندارن، بعد که شاید هم بیشتر باشن. منتها برای تغییر تاکتیک یا جابجایی که ما می‌خواستیم انجام بدیم وضعیتمون محدود بود، نمی‌تونستیم کار خاصی رو انجام بدید. ولی باز من از بچه‌هام تشکر می‌کنم که نیمه دوم بهتر از نیمه اول بازی کردن. توی نیمه دوم ما میتونستیم موقعیتایی داشتیم، میتونستیم به گل برسیم ولی نتونستیم این کار رو انجام بدیم. من سوالی که از آقای کرانچار پرسیدم از شما هم بپرسم و دیگه این مسابقه رو تمام بکنیم. چه مقامی رو برای تیم استقلال پیش بینی میکنید در پایان این فصل اول؟ والا ما هدفمون انشالله قهرمانیه و تلاش میکنیم براش. امیدوارم که بتونیم این کار رو انجام بدیم. ما از روز اول با بچه‌هامون صحبت کردیم و گفتیم که هدفمون قهرمانیه و باید برای رسیدن به قهرمانی باید با تمام وجودمون بازی کنیم، تمام توان خودمون رو بذاریم که بتونیم به این قهرمانی برسیم و امیدوارم که بتونیم بازم قهرمانی رو تکرار کنیم. بسیار متشکرم، برای شما روز موفق می‌خوام.